هم مسیحی ها توجه کنن هم اونهایی که باور مسیحی ندارید لطفا به این مسئله که میگم یه دقتی داشته باشید ما میدونیم کلمه اپوزیسیون که واجهی هست که از فرانسفی گرفته میشه که اپوزیسیون صحبت میشه در از داره ندا و فرمان مخالفت رو میده مخالفت وقتی میگیم اپوزیسیونه جمهوری اسلامی یعنی مخالفین جمهوری اسلامی این مخالفین جمهوری اسلامی مخالف چی هستن مخالف دیدگاه جمهوری اسلامی هستن دیگه یعنی شما میشینید پیش خودت میگی من مخالف دست قد کردن هستم من مخالف سنگسار هستم من مخالف این هستم که دولت بیاد حکم بده فرمان بده و با قدرت نظامی خودش روسری رو بر سر یه کسی کنه یا برداره فرقی نمیکنه بلجبار بگن تو باید این نوع زندگی تو باشه اگر شما ایستادید اونجا اصلا هیچ دینی هم نداری شما مخالفید و شما نمیتونی بگی من مخالف جمهوری اسلامی هستم چون ساختاری که ما در نظام اسلامی داریم از زیرساختاری میاد که این زیرساختار کجاست به نظر شما خود اسلامه خود اسلامه زیرساختار کتاب قرآنه این زیرساختار وقتی میری میرسه به شخصی به نام محمد محمد زیرساختار جمهوری اسلامیه عزیزان از محمد به اماما از اماما و خلیفه ها دولت های عثمانی و و, و و و تا رسید به خمینی حالا به خامنه ای شما اگر امروز مخالف نظام اسلامی هستید خواهش میکنم بیایید حرف آخر را حالا بزنید اگر شما مخالف نظام اسلامی هستید نظام اسلامی با زیر ساختاری پای ریزی شده از روز اول که این زیر ساختار دست و قلم و سخن محمده از اسلام اومده تکلیف تو تو هم عزیزم روشن کن کجا ایستادی؟ نمیتونی بگی من مخالف نظام اسلامی هستم اما مخالف محمد و اسلام نیستم شما اگر مخالف هستید این جایگاه بشین یه خود اندیشه کن درباره باره من یه خود فکر کن ببین کجا ایستادی؟ و حالا میرسیم به مسیحی ها اونهایی که به اصطلاح باور و اندیشه اسلامی رو کنار گذاشتن و یا حتی بکران دیگه هم بودن حالا به مسیح ایمان آوردن به طور خاص آنانی که توی ایران به مسیح ایمان آوردن و حالا اومدن بیرون و با اون ساختار هیچ نوع موافقتی نداشتن و رابطه ای نداشتن اگر شما یا من که به عنوان یک مسلمان در گذشته امروز به مسیح ایمان آوردیم مطابق قرآن خون ما مباهه ما کافریم این ساختار نظام نظام اسلامی مخالف این هست و قانونش اینه که یک ایرانی مسلمان اگر دینش رو عوض بکنه اونو باید زندان بندازیم توی این سالها زندان انداختن اون رو باید بکشیم توی این سالها اونها رو کشتن و قیورانشون رو میدیم که ترور کردن کشیش هایی که عزیز مهدی دیباج رو و و خیلی از شبانان میکاینیان رو چرا که اونها کلام خدا رو اعلام کردن و اونها کشتنشون پس اگر شما به عنوان یک مسیحی به باور و توجیه تحمیل نظام اسلامی من این از کتاب مقدس نمیگم تحمیل نظام اسلامی شما رومیان 13 رو میخونی و برداشت تو این هست که نباید با دولت هایی که خدا گذاشته لذا این دولت ها رو خدا نذاشته دولت اسلامی رو خدا نذاشته خدا شاول انتخاب کرد خدا داوود انتخاب کرد عزیزان هوشیار باشید خدا جمهوری اسلامی رو انتخاب نکرد جمهوری اسلامی رو ماها انتخاب کردیم منی که سیزده چهارده سالم بود خانواده های ما ایرانی های که ناگاه بودن انتخاب کردیم به خاطر باورهای اسلامیمون خمینی خب رو انتخاب کردیم خدا انتخاب نکرد خدا احترام میذاره به رأی انسان ها اگر غیر از این بود هرگز در مکاشفه سه بیس ما نمیخواندیم که کلام خدا میگه در پشت قلب تو ایستادم و میکوبم میگه من میمدم مثل اسلام میگه تو باید مسلمون بشی غیر از این باشه کشته میشی پس بنابراین هموطنی که مسیح ایمان آوردی اگر شما امروز مسیحی شدی مسیحیت شما شما رو برده تو یه شبکه ای بهش میگن اپوزیسیون شما سیاسی هستی شما مخالف نظام هستی شما داری مخالفت میکنی کشیشی خادمی خواهری برادری شما توی اپوزیسیون هستی چون مخالف هستی مخالف این ساختار هستی و چون مخالف این ساختار هستید شما فقط مسئول پذیر نیستید فراموش کردید مسیحیت مسئولیته فراموش کردی فکر کردی مسی... مسیحیت فقط اینه یه آیه رو فیسبوک بنویسم دو تا کلمه حرف بزنم اقده های درونیم توی کلیسا انتشار بدم و این شده مسیحیت خیر مسیحیت مسئولیته مسیحیت جنگم داره جنگ روحانی با خودش مسیحیت این نبود که تو فرار کنی بیای اینجا مسیحی تو اعلام کنی این نبود تو بیای اقامت یه کشور بگیری بگی حالا دیگه من مسیحی شدم با یه تعمید دیگه کار و برکت و مانی و همه چیز آروم خیر عزیزان کدوم رسولان این گونه زندگی کردن که تو این گونه یا دیگران به عنوان خادم کشیش ها این گونه ترویج میکنید مسیحیت رو مسیحیت مبارزه است کشیش رسول بله فقط من این نکتم تمام کنم دوست دارم از شما بشنوم پس بنابراین اگر شما اونجا هستید شما میتونید بگید من نمیتونم میفهمم من نمیدونم میفهمم شما نمیدونید سیاست رو منم کم میدونم میتونید بگید من نمیتونم تو کار سیاسی باشم قابل درکه برادر مسی خواهر مسی میتونی بگی من نمیتونم قابل درکه میتونی بگی من نمیخوام اینم قابل درکه آقا جون من نمیخوام تو مسئله سیاسی دخالت کنم اما میدونم که واقعا این نظام اسلامی نظامی نیست که از طرف خداست و باید سرنگون بشه این قابل درکه شما میگی من نمیدونم میگی من نمیتونم من نمیخوام من میگم من میدونم من میتونم من میخوام پس شما بشین کنار به من رای بده به من رای بده آمین. یه سپرایز برای برادرم دارم دعا کردم و میخوام تو این رای باشم آمین. آمین. باشم آمین. نمیدم تا کی باشم میتونید شما برید در همین شبکه که برادرمون اعلام کردن راه رهایی برای مردم ایران که اگر میشه سایتش هم بگید اونجا شما لطفاً به من رای بدید من میستم تا ایران آزاد بشه آه. بعد از اون و تشویق میکنم تمام مسیحی هایی که میدانید فکر میکنید میتوانید و میخواهید با من تماس بگیرید ما تشکیل یک گروهی بدیم در پیشتازان سر که این سازمانی هست نانپرافیت و در آینده من اگر خواستم و هدایت شدم برم دنبال کار فقط خدمتم افرادی کنار من باشم بگم این افراد باشن و نمایندگی بکنن برای نیازها برای امکانات برای مسیحی ها مبادا اون موقع مسیحی ها در دولت آینده تحت جفا باشن درسته که ما خواستار نظام سکولاریزم هستیم عیسی مسیح هم خواستار نظام سکولاریزم بود اما مبادا که حالا اون قصه مثل این الکلک اون به ضرر ما بشه انقدر ما رو برم بالا از اون بالا بخوام پرت کنم پس هوشیار باش ای تو که مسیح هستی اگر رویا داری اگر قبول کردی مسیحیت رو مسئولیت رو بپذیر فرار نکن با رومیان سیزده بازی نکنید با تون بازی میشه مواظب باشید میسپرم دست شما عرض بزرگتون که من کوتاه به دو مورد اشاره بکنم جمهوری اسلامی زمانی که اومد سر کار و پای خودش یکم سفر کرد دو تا کار انجام داد یکی اینکه در ایران شروع کرد مسیحیان را تعقیب کرد و افرادی را که خب میدونیم مثل کشیش دیواج مثل کشیش هایک و در سود من بسیاری را, بسیاری را بعد اومد توی اپوزیسیون توی همون ایران شروع کرد به کشتار بعد اومد نیروها را تعقیب کرد در اروپا و در اروپا شروع کرد به کشتار به. رسید به جایی که دیگه انقدر این کار افشا شده بود که نتونست این کارو بکنه شروع کرد در اپوزیسیون اپوزیسیون دست دوم درست کرد اپوزیسیون دست ساز درست کرد در مسیحیت هم مسیحی دست ساز درست کرد ببخشید چون ریشاش از انگلیسه امیدوارم بله. به شوانان محترم و پیشکسوت در, پیش من در نخوره من از انگلیسه من بله. میخوام عزیزانی که دارن این برنامه رو میبینن به این موردی که میخوام اشاره بکنم خوب دقت بکنیم ما در چهار انجیل مطالعه میکنیم دقیقا زمانی که عیسی مسیح دستگیر شد بردندش روی صلیب توی مسیر چقدر آزار و اذیت شد روی صلیب چقدر اذیت شد من میخوام یه سوال از شما بکنم به عنوان کشیش خودم استاد خودم عزیزی آیا در طولی که مسیح دستگیر شد تا اون زمانی که روی صلیب اعلان کرد گفت خداوند تموم شد آیا اعتراض کرد خیر آیا عصبی شد خیر هیچ نه اعتراض کرد نه عصبی شد چرا یه جا اعتراض کرد هست... حالا چاپن... نه نه من میخوام به یه نکته خاص بفهم، بفهم، اشاره بکنم میگم ولی من آ... می... متوجه هستم کجا ولی من میخوام به شما یه رو نشون بدم که مسیح هم اعتراض کرد هم عصبی شد زمانی که مسیح اومد جلوی معبد و دید که معبد و ازش سوء استفاده کردن و به صورت بازار درآوردن مسیح واقعا عصبانی شد اونجا درست. درسته ده. و بسات اونا رو ریخ دور عزیزی که میای کلام خداوند رو به رخ من میکشی من از دست تو عصبی چون از کلام خداوند داری سوء استفاده میکنی به خاطر اینکه من در مقابل ظلم ایستادم چون این حکم کتاب مقدس ولی تو میخوای بیای از این کلام از این آیه ها سوء استفاده بکنی همون سوء استفاده ای که جلوی معبد شد و مسیح را عصبی کرد امروز سوء استفاده تو از آیات کتاب مقدس منو عصبی میکنه ولی ما ایستادیم تا آخرین لحظه مرسی حالا یه جایی هستش که چون ایشون لطف کردن گفتن اه... بگم نه کنید وقتی عیسی مسیح رو میزنن توی گوشش عیسی مسیح میگه چرا زدید عزیزان مسیحیت حقارت نیست